السلام علیکم والدان عزیز و خوانندگان مهربان. امروز ما از فن ماتماتیکا مثال و مسئله های 7 و 11 دایر با واحد های درازی را می گذاریم. بنابر همین شمایان کتاب درسی ماتماتیکا دفتر و ручکتان را گرفته به نزد آینه نیلگون نزدیکتر شنید. خوانندگان عزیز، من باوری دارم که شما در خانه موضوعهای گذشته اتان را تکرار کرده استاده اید، چون که زیرا تکرار مادر دانش است. خوانندگان، برای رعایت نمودن با گیگین سلامتی دستانتان را تیز تیز صابونشو کرده استاده اید. تازگی گروی سلامتی می باشد خوانندگان. خوانندگان عزیز، اکنون موضوع نو را آغاز میکنیم. خوانندگان عزیز، ما در درسان گذشته امان واحد های درازی را گذشته بودیم. بیایید واحد های درازی را به خاطر میاریم. واحد های درازی کدام ها باشند؟ دیمک واحد های درازی سانتی متر، دسی متر، متر. واحد های درازی میلی متر، سانتی متر، دسی متر، متر، کیلومتر می باشند، و لیکن ما با شما سانتی متر، دسی متر، متر را گذشته بودیم. خوانندگان عزیز، اوید درس های گذشته امان مشق اجرا میکنیم. یک دسی متر برابر چند سانتی متر باشد خوانندگان؟ آفرین، یک دسی متر برابر 10 سانتی متر. یک متر برابر چند دسی متر باشد؟ آفرین، یافتید. یک متر برابر 10 دسی متر است. یک متر برابر چند سانتی متر باشد؟ آفرین، یافتید. یک متر برابر است 100 سانتی متر. خوانندگان عزیز، موضوع گذشته را تکرار کرده باشیم، اکنون با موضوع نو نگاه می اندازیم. خوانندگان عزیز، موضوع گذشته را تکرار کرده باشید، اکنون به موضوع نو نظر می اندازیم. کتاب ماتماتیکاتون را گرفته صفحه 120 را می کشید. مسئله 7. مسئله 7 را من می خونم. عظیم و ظفر در جویبار آب بازی می کردند. برای به ساحل برآمدن عظیم 17 متر، ظفر باشد نسبت از رفیقش 7 متر کم شنا کردنش لازم است. ظفر برای به ساحل برآمدنش چند متر شنا کردنش لازم؟ خوانندگان عزیز، به صورت نگاه کرده گویید چی کدام از اینها عظیم باشند و کدامشان ظفر باشند؟ کنی یابید. آفرین، دمک این عظیم بوده است. این چی؟ این ظفر بوده است. یافتید؟ بله. اکنون کنی عظیم برای به ساحل برآمدن باید چند متر شنا کند؟ آفرین، عظیم برای به ساحل برآمدن 17 متر باید شنا کند. مسافه بین عظیم و ظفر چند متر بوده است؟ مسافه بین عظیم و ظفر 7 متر بوده است. خوانندگان، اکنون بر اساس نظر انداخته بینه چه با ما چی نو معلوم است؟ انا اکنون در رو شما یافتید. ظفر برای به ساحل برآمدن باید چند متر شنا کردنش نو معلوم است. خوانندگان عزیز، برای ظفر را به ساحل برآمدنش چند متر لازم بودنش را یافتن، ما باید چیکار میکنیم؟ برای مسئله را حل کردن ما باید چیکار میکنیم خوانندگان؟ آفرین، برای مسئله رو حل کردن ما باید شرط کوتاه ترتیب دهیم. شرط کوتاه مسئله: عظیم 17 متر، ظفر نسبت از آن 7 متر کم، ظفر چند متر؟ ظفر برای به ساحل برآمدنش چند متر شنا کردنش لازم است؟ حل میکنید. اکنون خوانندگان حل کرده باشید، حل خود را می سنجید.
دمک از این 17 متر باید چینا کند؟ طرح میکنیم زفر نسبت از آن 7 متر کم برای این طرح میمونیم 7 متر کم بودنش دمک زفر باید 10 متر شنا کند 17 متر طرح 7 متر برابر 10 متر جواب 10 متر آفرین شما هم درست حل کرده اید اکنون میبینیم از زفر برای به ساحل برآمدنش 10 متر باید شنا کند دمک مسافه آنها 7 متر مسافه عظیم 17 متر دمک مسافه زفر تا ساحل بوده 10 متر بوده است یافتیم آفرین بچه ها به مثال دیگر میگذاریم 40 سانتی متر جمع 10 سانتی متر برابر برای این مثال را کار کردن ما باید اول واحد را به واحد دهی را به دهی یعنی یکی را به یکی دهی را به دهی جمع کردنمون لازم 0 یکی جمع 0 یکی برابر 0 یکی می شود 4 دهی باشد با یک دهی جمع کرده شود البته 5 دهی می شود دیمک 5 دهی برابر 50 سانتی متر مثال دیگر تر 80 دسی متر طرح 60 دسی متر برابر برای این رو حل کردن ما اول از 0 رو طرح میکنیم 0 از 8 دهی 6 دهی رو طرح کنیم 2 دهی میشد کنیم میسنجیم 20 دسی متر آفرین مثال دیگر رو خودتون اجرا میکنید 70 سانتی متر طرح 20 سانتی متر کنی مستقلانه حل میکنیم اکنون میسنجیم 70 سانتی متر طرح 20 سانتی متر برابر 50 سانتی متر بوده است آفرین شمایان هم درست اجرا کرده اید اکنون مثال دیگر 30 سانتی متر جمع 10 سانتی متر برابر چند حل میکنیم آفرین 30 سانتی متر جمع 10 سانتی متر برابر 40 سانتی متر باز دیمه 50 دسی متر جمع 10 دسی متر برابر 60 دسی متر مثال آخرین رو نیز حل میکنیم 40 دسی متر طرح 20 دسی متر برابر 20 دسی متر اوید موضوع های گذشته دیمه واحد های درازی رو باز هم پررتر دانسته گرفته مثال نو برای ما چی میگوید؟ چهل شکل ها را میبینه این کوادرات شکلی دیگر این کونوس بسیار کنجا یعنی شش کنجا سلیندر آفرین یافتید خوانندگان عزیز همین شکل ها با دو گروه جدا میشوند دیمک کوادرات و شش کنجا یعنی بسیار کنجا با شکل های هموار کونوس کوب سیلیندر باشد و شکل های فضایی داخل می شوند خوانندگان و مثال 10 می گذاریم مثال 10 درازی پارچه یکم 14 سانتی متر درازی پارچه دوم باشد از آن 4 سانتی متر کوتاه است درازی پارچه دوم را یابید اول برای پرچه کشیدن با ما چی لازم می شود خوانندگان؟ آفرین خط کشک و قلم اکنون ما پرچه می کشیم که 14 سانتی متر باشد انا پرچه رو کشیدیم اکنون چه می کنیم؟ انا با یوری خط کشک چه می کنیم؟ حساب می کنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 دیمک پرچه یکم 14 سانتی متر بوده است پرچه یکم 14 سانتی متر بوده است یافتیم درازی پرچه دویم از آن 4 سانتی متر کوتاه است گفته ایستاده است ما پرچه دویم رو میکشیم که از پرچه یکم 4 سانتی متر کوتاه باشد پرچه دویم رو هم کشیدیم پرچه دویم رو چین میکنیم منه پرچه یکم 14 سانتی متر بود خوانندگان پرچه دویم باشد از پرچه یکم منه 1, 2, 3, 4 سانتی متر کوتاه بوده است دیمک پرچه دویم رو چین میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
هشت، نه، ده. دیمه پرچه دویوم 10 سانتی متر بوده است. اکنون این را در شکل افوده میبینیم. دیمه 14 سانتی متر پرچه یکم طرح میکنیم. 4 سانتی متر کوتاه پرچه دویوم. کوتاه بودن پرچه دویوم را طرح میکنیم. انا بعد پرچه یکم چند سانتی متر بودنش یافت میشود. دیمک 14 سانتی متر طرحی 4 سانتی متر برابر 10 سانتی متر بوده است. اکنون خوانندگان عزیز با شمایان سپارش مثال های داده شده را به دفترتان نویسید و با یاری پدر و مادر اجرا کنید. پدر و مادران عزیز، شمایان در وقت تعطیل بهارانه به فرزندان خود کمک رسانیده وظیفه های از طرف مکتب داده شده را تکرار کرده استید.